بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی نور. حسن کریمی هستم با خبر نور در خدمت شما عزیزان. نخست سرخط خبرها. بازداشت چند متهم در بحرین هنگام فرار به ایران. عادل الجبیر: آماده اعزام نیرو به سوریه هستیم تا مناطق آزاد شده به دست ایران نیفتند. ترکیه: تهران مسئول بی‌ثباتی در منطقه است. انصراف تیم‌های ژاپن، هلند، کانادا و چین از رقابت‌های ورزشی اهواز به دلیل شرایط بد آب و هوایی. مهرس شدن فساد مالی در شهرداری تهران. هشدار یک نماینده درباره فقر، بیکاری و از هم پاشیدگی خانواده‌ها در کردستان. حمله به یک مسجد در کانادا. وزارت کشور بحرین اعلام کرد در ادامه عملیات جستجو و تحقیقات خود موفق شده است مانع فرار چند محکوم به اتهامات تروریستی به ایران شود. به گزارش واحد خبر نور، به نقل از وزارت کشور بحرین، عملیات جستجو و تحقیقات که بر اساس یک طرح امنیتی فراگیر در جریان بود باعث شناسایی تعدادی هسته تروریستی شد که اجرای طرح‌های تروریستی را کلید زده بودند. وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای که صادر کرد اعلام کرده از 9 تا 19 فوریه عملیات پیشگیرانه و موفقیت آمیزی در چندین منطقه کشور انجام داده و طی آن 20 فرد تحت تعقیب با اتهامات تروریستی از جمله 4 زن را بازداشت کرده است که نقش مهمی در پناه دادن به مجرمان داشتند. وزارت کشور بحرین در ادامه افزود در میان بازداشت شدگان یک فرد تحت تعقیب است که به قتل یکی از نیروهای امنیتی در تاریخ 29 ژانویه اعتراف کرده است و 2 نفر دیگر نیز در ایجاد انبار مخفیانه ساخت مواد منفجره دست داشتند. در بخش دیگر از بیانیه منامه آمده است که 8 نفر از بازداشت شدگان نیز در ایران و عراق آموزش نظامی دیده و نحوه بکارگیری سلاح و مواد منفجره را فرا گرفتند. وزیر خارجه عربستان سعودی مصاحبه با روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ میگوید کشورش آماده است به سوریه نیروی نظامی بفرستد تا علیه گروه دولت اسلامی مبارزه کرده و در این حال جلوی کنترل مناطق آزاد شده به وسیله ایران نیروهای بشار اسد و یا گروه تروریستی حزب الله را بگیرد. عادل الجبیر در این مصاحبه با روزنامه آلمانی در مورد همراهی در نبردهای زمینی با نیروهای ویژه آمریکایی و شبه نظامیانی که در حال حاضر در نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش و پیشروی به سوی رقه هستند سخن گفته است. به گفته وزیر خارجه عربستان، ایده اصلی این است که مناطق در کنترل داعش را از کنترل این گروه درآورده و در این حال اجازه نداد که جای خالی آن توسط نیروهای وابسته به ایران، بشار اسد و یا حزب الله لبنان پر شود. ایران از مهمترین حامیان بشار اسد است، در حالی که عربستان سعودی از مخالفان اسد به شمار می رود و از شماری از مخالفان و شبه نظامیان در سوریه حمایت می کند. ائتلافی به رهبری آمریکا نیز از شماری از مخالفان به ویژه گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که عمدتاً از شبه نظامیان کرد YPG تشکیل شده حمایت می کند. از سوی دیگر ترکیه از متحدان عربستان و آمریکا YPG را گروهی تروریستی می‌داند و خواستار حمایت دولت تازه آمریکا از شبه نظامیان دیگری شده که در حال حاضر خود از حمایت آنکارا برخوردار هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به اظهارات یک مقام عالی رتبه ایرانی گفته قابل درک یا پذیرش نیست ایران که حتی از فرستادن پناهجویان افغان داخل آن کشور به میدان جنگ دریغ نمی کند، دیگران را به مسئول بودن در ایجاد تنش و بی‌ثباتی در منطقه متهم کند. حسین مفتی اغلو، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، در واکنش به اظهارات بهرام قاسمی، همتای ایرانی خود که گفته بود ترکیه در خیال خام بازگشت به امپراتوری از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند، گفت قابل درک یا پذیرش نیست کشوری همچون ایران که حتی از فرستادن پناهجویان داخل آن کشور به میدان جنگ دریغ نمی کند، دیگران را به مسئول بودن در ایجاد تنش و بی‌ثباتی در منطقه متهم کند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه همچنین گفته اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مبنی بر اینکه سیاست‌های منطقه‌ای کشورش مورد ستایش قرار می‌گیرد و عادلانه ارزیابی می‌شود نیز در تناقض با شکایت‌ها و نگرانی‌های ابراز شده نسبت به این کشور در پلتفرم‌های بین‌المللی از قبیل سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی است. ایران باید به جای متهم کردن کشورهایی که از آن انتقاد می‌کنند، گام‌هایی سازنده بردارد و سیاست‌های منطقه‌ای خود را مورد ارزیابی قرار دهد. ایران و ترکیه درباره مسائل سیاسی داخلی عراق و بحران سوریه با یکدیگر اختلافات شدیدی دارند. در حالی که تهران از بشار اسد حمایت می‌کند، ترکیه بارها ایران را به نشر فرقه‌گرایی و تلاش برای از بین بردن مناطق سنی نشین در عراق متهم کرد. تیم‌های ژاپن، هلند، کانادا و چین به دلیل گرد و غبار هوای اهواز از شرکت در مسابقات بین‌المللی کاراته در ایران انصراف دادند. به گزارش واحد خبر نور، به نقل از ایرنا، محمد سرکوهی رئیس هیئت کاراته استان خوزستان ایران ضمن اشاره به برگزاری مسابقات بین‌المللی کاراته در اهواز اعلام کرد با تیم‌های ژاپن، هلند، کانادا و چین به منظور حضور در این رقابت‌ها مکاتباتی انجام شد، اما متاسفانه به دلیل شرایط آب و هوایی اهواز این کشورها از حضور در این رقابت‌ها منصرف شدند. به گفته سرکوهی، مسابقات بین‌المللی کاراته با حضور 8 کشور خارجی در سبک سوکیوکوشین در دو بخش آقایان و بانوان در روزهای 23 و 24 فوریه یعنی 5 و 6 اسفند ماه در شهر اهواز ایران برگزار می‌شود. گفتنی است که شهر اهواز به همراه 11 شهر دیگر به دلیل گرد و غبار در شرایط بحرانی از نظر وضعیت هوا قرار داشته و آب و برق و تلفن و اینترنت به طور مکرر در این شهرها قطع می شود. وضعیت آب و هوا و قطعی مکرر آب و برق و اینترنت مردم این خطه را وادار به برگزاری راهپیمایی های مسالمت‌آمیز کرده که متاسفانه با برخورد های خشن ماموران انتظامی و امنیتی و عدم پاسخگویی مسئولان مواجه شدند. داستان عمومی و انقلاب تهران میگوید که تحقیقات مقدماتی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به پایان رسیده و برخی خبرگزاری ها اسناد مربوط به راندخاری نزدیکان یک عضو اصلاح طلب شورای شهر را منتشر کردند. به گزارش واحد خبر نور، به نقل از خبرگزاری های ایرانی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از احضار 184 نفر در رابطه با پرونده فساد مالی شهرداری تهران خبر داد و گفت که تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده است. به گفته او پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران در مرحله ارجاع به هیئت کارشناسی برای ارزیابی املاک قرار دارد. پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از تابستان امسال به محل کشمکش مدافعان و منتقدان محمد باقر قالیباف تبدیل شده. به گفته رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر، شهرداری تهران بخشی از املاک را با 1/4 قیمت به نزدیکان و همسویان خود واگذار کرده. به رغم تکذیب این مسئله از سوی قالیباف، محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، آبان امسال در یک برنامه تلویزیونی فساد مالی در شهرداری تهران را محرز دانست. به گفته او دستگاه قضایی 36 مورد از معاملات شهرداری تهران را به دلیل تخفیف بیش از حد مجاز و واگذاری املاک با تخفیف ویژه خارج از ضوابط تعیین شده باطل کرده است. بر این اساس حدود 150 نفر از کارکنان و مدیران شهرداری موظف به بازگرداندن مبلغ تخفیف‌های غیر مجاز به شهرداری شدند. او همچنین واگذاری آپارتمان به 29 نفر بیرون از مجموعه شهرداری را نیز تخلفی قطعی دانسته و گفته بود که باید به آن رسیدگی شود. بیکاری و فقر آنچنان شکاف طبقاتی در مناطق کردنشین را افزایش داده که دیگر حد وسطی وجود ندارد. خانواده های متلاشی می شوند و اعتیاد گرایش پیدا می کنند و همچنین به خودکشی. نماینده کردستان در شورای عالی استانها با برشمردن این معضلات می گوید در همان حال منابع طبیعی و ثروت های استان کردستان بدون استفاده باقی می مانند. احمد چوپانی نماینده کردستان در شورای عالی استانها در انتقاد از وضعیت فعلی استان کردستان و عدم استفاده از منابع طبیعی و انسانی این مناطق میگوید پیشرفت صنعت و تولید وجود ندارد و طبقه کارخانه‌دار و کارگر در آن دیده نمی‌شود.
مردم محلی در اشتغال معادن منطقه دست پایین را دارند و اغلب در مشاغلی همچون نگهبانی به کار گرفته شدند. او در توضیح عقباندگی این منطقه از شهر دیواندره به عنوان یک نمونه یاد کرده که اکثریت جمعیت آن برخلاف میانگین متوسط ایران روستایی است. از طریق دامپروری و کشاورزی سنتی روزگار می‌گذرانند و در فقر به سر می‌برند. چوپانی نبود کارخانجات صنعتی و امکان اشتغال را عامل عمده فقر مردم و بیکاری جوانان در استان کردستان دانسته که در اثر آن مشاغلی مانند کولبری رواج یافته است. نماینده کردستان در شورای عالی استانها در پایان افزود مناطق کردنشین از مناطق محروم ایران محسوب می شوند که علارغم امکانات طبیعی از داشتن صنایع محرومند. نگاه امنیتی دولت‌ها به این منطقه سبب شده است که طی دهه‌های گذشته حداقل سرمایه‌گذاری و توجه به این منطقه و ساکنان آن صورت بگیرد. مسجد توبه واقع در شهر مونترال کانادا توسط یک فرد 26 ساله مشکوک هدف حمله با سنگ قرار گرفت. بنابر اعلام رافائل برگرون، سخنگوی پلیس مونترال کانادا، مسجد توبه واقع در نبش خیابان‌های آنتاریو و فلم در مرکز این شهر هدف حمله با سنگ توسط یک فرد مشکوک 26 ساله قرار گرفت که در اثر این حمله در و پنجره‌های این مسجد شکستند. مهاجم حمله کننده به این مسجد دستگیر شده و به اتهامات خرابکاری و ارتکاب به جرم و نفرت پراکنی محاکمه خواهد شد. از سوی دیگر الکساندر بیسونیت، مهاجم 27 ساله حادثه حمله تروریستی ماه گذشته به مرکز فرهنگی اسلامی کبک که به عنوان مسجد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل آنکه باعث جان باختن 6 نفر شده بود، برای دومین نوبت در دادگاه کانادا محاکمه شد. گفتنی است مسجد توبه از سوی مسلمانان آفریقایی کانادا افتتاح شده بود. خبر نور رو میتونید در این اوقات دنبال کنید. از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید کمال تشکر و سپاس رو دارم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.